با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این 20 روز از 6 ماه، در 12 سال از 3 هزاره، برنامه روزانه خودمون رو همراه شما عزیزان پی میگیریم. ساعت 1:28 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 4:28 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 4:28 است. 10:28 است در اروپا، 9:28 در انگلستان و 11:28 در ترکیه. همطور که روی صفحه تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید، امروز با 2 از دوستانی که شما هم قدری با اونها آشنا هستید گفتگو خواهیم کرد، مبارز نستو از ایران و آرش مهدوی از نروژ. امروز 20 جون است و در حقیقت ما 2 خواهش کردیم از دوستان که امیدواریم این 2 را انجام داده باشند. یکی این که در این مراسم شرکت کرده باشند در و یکی هم که تماس گرفته باشند با پارلمان اروپا، با این در حقیقت زیر کمیته حقوق بشر که در اونجا سفیر ایران هم در اونجا شرکت داشت. امیدواریم که این 2 امر انجام شده باشد. خب، گفتگویی بود. به حال مجموعه امروز رو با هم دنبال کردیم تا کنون و صحبت‌های آقای رضای پهلوی و آقای حسنش مهندس حسن شریعت‌مدار رو با هم پی گرفتیم. نکته جالبی که برات باید بگم این استش که این در حقیقت برنامه افق رو که پخش کردیم هنوز رو وبسایت صدای آمریکا نیست، ولی ببین که این در ایران چه میگذرد و این جوانان در ایران چگونه از همه امکاناتشون استفاده میکنن و در حقیقت این رو در ایران یک نفر ضبط کرد به روی یوتیوب گذاشت با همه سرعت پایین و امکانات ضعیفی که دارن، ولی ببین چگونه عاشقانه کار میکنن و اون در حقیقت اون زیر در اون لایه های پایینی چگونه داره این قل میزنه و به قول آقای دکتر ودیعی میگفت این اون کاسه ایست که سر اجاق گشتی و قبل از این که سر بره و به جوش بیاد اون زیر شما یه حبابای رو شاهدش هستی و این حبابا رو ما امروز به عینه داریم میبینیم. اگر که مشکل صدا هست لطفا به ما خبر بدهید. امیدواریم که با صدا و تصویر ما مشکل چندانی نداشته باشید. اجازه بده که از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان به این 2 مهربان سلام بکنیم. اول میریم سراغ مبارز نستو در ایران. آقا سلام بر شما. درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر آرش مهدوی عزیز و تمام بینندگان میهن تیوی و تمام شنوندگان بخش رادیویی. عرضم به حضورت که آره جان، ما به شما هم سلام میکنیم در اینجا. درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر همه همیهنان در سرتاسر جهان، بینندگان تلویزیون میهن و همینطور مبارز نسل عزیز و به هر حال سپاسگزارم از اینکه این موقعیت به وجود اومد. قربان. به اول شما یه گزارش سریع بده از نروژ که امروز در این 20 جون در نروژ چه گذشت؟ بسیار بسیار من خوشحال هستم که خدمت همیهنان عزیز بگم امروز ما یکی از بهترین و پرشکوه‌ترین برنامه‌هایی رو که حداقل در چند سال گذشته داشتیم به وجود آوردیم که البته فیلم و عکساش میاد تا تقریبا فکر میکنم ماکسیموم 1 ساعت دیگه روی هم فیسبوک و هم در دیگر سایت ها و این افتخار رو هم داشتیم که جناب سرور کاردار همونطوری که حتما شما و همیهنان هم در جریان هستن در اصل میشه گفت یکی از سخنگویان این کمپین بزرگ که در بیش از 50 شهر، البته من فکر میکنم بیشتر هم بوده چون در سایت داره همینطور تعداد فیلم ها و عکس ها بیشتر میشه، ایشون در جمع ما بودن. خب یکی از عزیزان فعال هستن و از همه جالبتر جناب بهبهانی عزیز این بود که این میدانی که ما همیشه این برنامه رو درش انجام میدیم پر بود از
عکس‌ها و همینطور شعارها در رابطه با زندانیان سیاسی و گروه‌های مختلفی که شرکت کرده بودند. و از همه جالب‌تر این که همه میکروفون داشتن، همه صحبت کردن، با هم کار کردیم و نشون دادیم که واقعاً یک کار دست جمعی چه صورت انجام میشه. و همینجا از طرف خودم و همه یاران، از تک دوستانی که در سر تا سر جامعه، خانم محبوبی و دیگر عزیزان که زحمت کشیدن برای این کمپین و واقعاً دست گذاشتن روی قسمت حساس، که امیدوار هستم بتونیم این کارها رو ادامه بدیم، چون این زندانیان سیاسی هستن و این عزیزان ما هستن که نیاز دارن به ما. البته ما علاوه بر این کار دو سه تا حرکت رو هم با این برنامه امروز به قول معروف تداخل دادیم. یک مزار تقریبا میشه گفت نمادینی از تمام کسانی که در سه سال گذشته در برنامه های مختلف خرداد سرشون از دست دادن درست کردیم در برابر پارلمان. همینطور به اسم تمام زندانیان سیاسی و عزیزانی که در بردستان بازخونک هایی رو دوستان به هوا فرستادن و همینطور کسانی که در ماه خرداد جونشون رو از دست دادن. یعنی یه برنامه بسیار کامل بود. و فقط این رو هم اشاره کنم، شما گفتین که بچه ها اینقدر سریع این فیلم ها رو میذارن و این حرکت ها رو انجام میدن با این همه محدودیت که تو ایران هست، بخاطر اینکه همه ما اعتقاد داریم کسی که تشنه هست میره و آب رو پیدا میکنه، ولی کسی که تشنه نیست، حالا شما 10 لیتر آب هم بذارین بغلش، ممکنه بیاد یک نوکی بزنه به کنار. اون کسی که واقعا تشنه هست، این هم برای بچه ها هستن در داخل ایران، از همه امکانات بسیار کمشون استفاده میکنن برای استفاده داشتون. برای امروز یه برنامه خیلی عالی بود که حالا حتما فیلم ها و عکساش که میاد دوستان میبینن. و من باز میگم به خسته نباشید میگم به همه عزیزانی که در هر کجای جهان شرکت کردن، دست همشون رو میفشون. ممنونم از شما، مرسی. خب بذار بریم سراغ آقای مبارز و از او بپرسیم که آقا شما در ایران این داستان رو یک بار دیگه ثابت کردید که ما اگر با هم باشیم، با هم کار بکنیم، میتونیم کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدیم و اصلا هیچ تشکر. بسیار ممنونم آرش جان. بذار بریم سراغ آقای مبارز ازش بپرسیم که در ایران چه خبر بود امروز، راجع به این موضوع اصلا پیامی به ایران رسید نرسید، چه جوری بود؟ ببینید در ایران حقیقتش رو بخواید، اول که شورای زرد ناامید، من میخوام اسم بذارم شورای سبز امید رو، یک بیانیه داده بود برای 25 که با شکست کامل و با بی‌توجهی کامل روبرو شده بود. حتی اینها نتونستن نیروهای خودشون رو بیارن به صحنه، نیروهای دون. حالا اگه اصلاح طلب واقعا تو ایران وجود داره خب اینا میومدن، نتونستن. و مهمتر از اون خود مردم هم یک صحبت هایی میکنن، من قبلا هم گفتم که ما به فرض مثال تو خیابونم بیام به سرنوشت سوری ها گرفتار میشیم که این همه کشته دادن، پس باید یک آتیبی بیرون از ایران باشه و دولت های جهانی فشار بیاره و خارج کنه اینها رو از سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر و غیره، یعنی همون شورای ملی ایران، و این هنوز ایجاد نشد. ولی یک مسئله رو من امروز در داخل کشور دیدم، یک سری اس ام اس هایی رو از چندین نفر من گرفتم که روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه خرید نان و خرید شیر رو تحریم کنید به علت گران شدن و کمک به اقشار کم درآمد. حالا من اینو هنوز نتونستم برای خودم آنالیز کنم که چه سودی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، ولی این به طور وسیع اس ام اس شده، مردم هم دارن دست به دست با هم میچرخونن که حالا یک نافرمانی مدنی آغاز بشه. و یک زمزمه هایی هم در داخل بود که بنزین قرار هست گران بشه و بنزین هم میدونیم تو ایران وقتی گران میشه رو همه چیز تاثیر میذاره، از میوه سبزی خوردن تا برنج، چون همه اینا به اون وسایل جابجایی و نقل حمل و نقل بستگی داره و به خاطر همین رو همه چی هم تاثیر میذاره. دوباره جنس ها میره بالاتر، یعنی بنزین 100 تومانی چند سال پیش، چند سال که میگم 3-4 سال پیش،
الان بشه 1000 تومان. حقوقی هم که چند سال پیش 400 تومن بوده الان باید بشه 4 میلیون. نه اون حقوق رو بکنن 450 تومن و هیچی هم به مردم ندن و جنس رو هم 100 برابر گرون کنن. خب اینها همه چیزهایی که اجتماعی هست، به قول معروف ناله های شبگیری هست که مردم دارن با همدیگه انجام میدن در فضای داخل کشور. بله خب البته، و امیدواریم که این در حقیقت به یک نقطه‌ای برسه. من باورم بر این استش که این ماجرای تحریم که قرار است از چند روز آینده شروع بشود، 7-8 روز دیگه این اتفاق خواهد افتاد، تأثیر بسیار زیادی درون ایران خواهد گذاشت و ما شاهد این نوع حرکت ها خواهیم بود، شورش های همجه کور که مردمی معترض بیان و حرفشون رو بزنن. ولی چون که سامانی ندارد و چون که رهبری ندارد، طبیعتاً این نمیتونه به اون ما رو به اون مقصد برسانه. اشاره داشتی به این جریان چی اسمش، سبز امید، این رو چجوریه؟ ماجرای اینا در ایران چیست؟ چرا هیچ کی سراغ اینا نرفت؟ چه اتفاقی افتاد دیگه؟ یا هیچ چیزا اینا گفتن که ما میخوایم، امیر ارجمندی گفته که ما میخوایم تجدید سازمان بکنیم. اولا سازمانی وجود داشت در گذشته که میخوایم حالا اینو تجدید بکنیم؟ شرایط چجوریه؟ چرا مردم استقبال نمیکنه از اینا؟ مشکلش چیه؟ این سازمان از لحاظ چندین دسته از افراد سیاسی و غیر سیاسی حتی مشکوکه. اولیش خود طرفداران آقای کروبی موسوی، اینها یک گمانه رو میزنن که چرا دقیقاً یک روز بعد از دستگیری کروبی موسوی این سازمان سبز امید اعلام موجودیت کرد، چون که دیگه موسوی کروبی در کار نبودن که اینها رو تایید یا تکذیب کنن، بگن ما اینها نماینده ما هستن. خب این یک گمانه هست که شاید وابسته باشن اینها به خامنه‌ای، به قدرت. یک گروه دیگه که براندازها هستند و خود ما رو هم شامل میشن، اینها رو به چند علت ما انسانهای درستی نمیدونیم. چون اول همه گروه ها رو حذف میکنن، میگن ما فقط خودمون هستیم، هر کسی رو یک انگ میزنن، انگ ها به شیوه جمهوری اسلامی، اینها طاغوتی هن، اون دسته نمیدونن منافق هن، اون دسته فلان هستن، کمونیست هن یه دسته، همه رو یه انگ زدن و خودشون رو به عنوان تک گروه معرفی کردن. و ببینید آثاراتش هم مشخصه چقدر پیشرفت داشتن و با یک شکست فاحش روبرو شدن. وقتی که سازمانی وجود نداشته باشه، و البته یک نکته برام خود من عجیب هست و شاید جالب باشه، وقتی که اصلا سازمانی به اون صورت نیست، یه نفر اومده میگه من یه سازمان دارم به اسم شورا و شورای سبز امید و هیچ چیزی رو مشخص نکرده، هیچ اساسنامه و هیچ نوشته و غیره، و این همه انعکاس پیدا میکنه تو رسانه‌های جهان، یعنی یه دستهایی هم پشت پرده هست علاقه دارن که این گروه رو جهانیان بزرگ کنن، ولی ملت ایران خوشبختانه به اینها توجهی نکردن، چون دیگه آرمانهای امام راحل برای مردم زیاد جالب نیست. البته دوستی به طنز نوشته بود که این آقای موسوی درست گفتن که میخوان به دوران طلایی امام برگردن، چون امام 85 سال عمر کردن، 10 سالش رو تو جمهوری اسلامی بودن و 75 سالش رو تو دوران طلایی شاهان پهلوی بودن، و آقای موسوی هم درست گفتن که میخوان به دوران طلایی امام برگردن. ولی من حیث المجموع این گروه حتی بین خود طرفداران موسوی و کروبی، اینجور که من آنالیز کردم از فضای اجتماعی، طرفداری نداره. خیلی صحبت ها و سوتی های بدی دادن، یکی در مورد اون شعارات مردم، شعار نه غزه نه لبنان رو تحریف کردن آقای کلیبر، و یک حتی خود آقای موسوی کروبی مواضع تندی که در داخل میگفتن، این مواضع تند رو هم اینها نمیگیرن، خیلی صحبت های تندتری بود. اینها که همچین مواضعی ندارن، یکی مثل مهاجرانی میاد میگه تو زندگی خامنه ای یک نقطه خاکستری هم نیست،
خب این طرف رو چجوری میشه به قول معروف تحلیل کرد وقتی که کسی دستش به خون خودمون دیدیم که بعد از روز 30 خرداد که دیروز بود سالگردش و اون فرمانی که تو نماز جمعه داد و در نزدیک 100 نفر کشته شدن فقط در تهران و هزاران نفر زندانی و هزاران نفر مورد تجاوز قرار گرفته و بازداشتی و باتوم خورده و گاز اشکاور خورده، بعد یکی بیاد بگه از طرف این شورا تو زندگی خامنه‌ای نقطه سیاه که هیچ خاکستری هم. خب اینها دیگه با این حرفاشون خودشون رو رسوا کردن و به ملت نشون داد. یه مورد هم اول برنامه گفتین، من یادم رفت سپاسگزاری کنم از دوست خوبمون خشایار عزیز که این فیلم افق رو سریع از داخل کشور ضبط کرد و حتی جلوتر از این دوستانی که در خارج کشور هستن و خود حتی صدای آمریکا این رو روی اینترنت قرار داد. یعنی این مشخص میکنه که فعالیت عملی و عملگرایی در واقع وجود داره و همین تعداد افراد عملگرا که هستن خودشون میتونن شیرازه این حکومت رو از هم بپاشن. منتها همون مسئله‌ای که اشاره کردید، وجود رهبری یا شورای رهبری حتما احتیاج است. سپاس. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که ما دیروز در برنامه آقای میودی یک مطلبی رو اشاره کردم که چند تا از دوستانم به من ایمیل کردن راجع به نقش جوانان در ایران و اینکه بایستی اصولا این کار رو یه جوری ما صدای جوانان رو بلند کنیم و اولا حرفشون رو بشنویم و دوم این که این رو رسانه کنیم، بزرگ کنیم که دیگران هم این صحبت ها رو بشنون. میخواستم ببینم که نظر شما دوستان راجع به این موضوع چیست؟ آیا فهم میکنی که ما باید به سمت جوانان بریم یا اینکه باستی که همچنان کار رو به دست کاردانان گذشته سپرد؟ من خواستم که هر کدومتون که تمایل دارید راجع به این موضوع صحبت کنید. من با اجازه مبارز عزیز و شما جناب بهبانی، ما اگر نگاه کنیم به جوامع غربی میبینیم که واقعا در زمینه‌های بسیار بسیار زیاد و وسیع این رو در عمل دارن انجام میدن. یعنی الان من به عنوان مثال خدمتتون بگم در کابینه که الان البته توسط 3 حزب در نروژ کشور رو اداره میکنه، تمام وزرا به غیر از 1-2 تاشون فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم جوان هستن. یعنی این جوانگرایی از احزابشون گرفته. من در مدت این 26 سالی که در نروژم تمام احزاب نروژ بعد از شاید یک زمان 10-15 سال از رهبر حزب عوض شده تا قسمت‌های مختلف حزب شد تو تمام حزب‌ها، هم راست هم چپ. و ما می‌بینیم که این حتی در زندگی روزمره خودمون، من یه مثال می‌زنم خدمت همیهنان عزیز، معمولاً بین فرزندان و پدر و مادر به دلیل اون اختلاف به هر سنی که وجود داره میبینیم که صحبت ها و راه حل ها و برنامه هایی که میخوان انجام بدن با هم فرق میکنه. بعد آدم وقتی میاد مقایسه میکنه با چیزی که خودش داشته با پدر و مادر خودش، میبینه واقعا این حرکت در زندگی روزمره ما داره انجام میشه. یعنی یه تعدادی از این جوان ها که اکثرا میشه گفت در موردشون صادق هست، با علم زمان میرن جلو. ماها پدر مادرها هر چقدر هم تجربه داشته باشیم به سرعتی که اینا با علم میرن بیرون، مثلا همین حرفی که الان مبارز زد، شما حسابشو بکنید یک جوانی از داخل ایران میاد فیلمی رو که از وایس آف امریکا اومده بیرون ضبط میکنه میذاره رو نت میره بالا، هنوز وایس آف امریکایی که البته حالا ما نمیخوام به اون صورت هم خیلی مسئله رو حادش کنیم، اونا هنوز این کارو انجام ندادن. این نشون دهنده اینه که ما نیاز داریم به جوانگرایی و باید این کار رو انجام بدیم. در فرهنگ ایرانی باید بیاریم. خوشبختانه من میبینم یه مقدار شروع شده ولی هنوز این مسئله نیست. یعنی یه چیزی که متاسفانه جناب بهبانی و همیانان عزیز
ایرانی هست فکر میکنن اگر یک شخص بیاد و یک پله بیاد پایین‌تر به عنوان مشاور، به عنوان کمک کننده به این جوان‌ها باشه و جوان‌ها برن بالا، از ابهتش، از احترامش اومده پایین، دست داد که برعکسه. یعنی ما الان می‌بینیم در جوامع غربی کسی که مثلا 15 سال 20 سال رئیس یک حزب بوده میاد کنار، جوان‌ها میرن جاش و خود اون شخص افتخار میکنه که این کار رو انجام داده، برای اینکه میگه من راه رو باز کردم بعدی بره بیرون. یعنی بازنشستگی چیز بدی نیست دوستان عزیز، همیهنان عزیز. شما میتونید زمانی که یه مقدار وسعت کارتون کمتر شد، زمان کارتون کمتر شد، اتفاقا بیشتر اثر بذارید و تجربهتون رو بهتر به جوانا بدید. به هر حال امیدوارم مبارز هم نظرش رو بگه و من فکر میکنم این بسیار روش مهمیه و ما رو به روز میکنه. بسیار ممنونم. بفهمید من آرش رو تکمیل و یه خورده بی‌پرواتر صحبت کنم. ببینید تو این مدتی که من فعالیت‌های سیاسی کردم، تو گروه‌های مختلفی بودم، از همین ایران، از همین به قول معروف کشوری که خیلی خفقان بوده، ولی چون خواستم تونستم تو گروه‌های مختلف، گروه‌ها از گروه‌های به قول معروف اشتراکی تا یک نفره تا روشنگری دینی، نمیدونم انواع مختلفی که همیشه میبینید تو رادیوها، تلویزیونها و غیره و غیره. حقیقتی که من از ایران میبینم، اینها افرادی رو میخوان، یعنی اکثرا رو نمیتونم بگم، ولی تعدادی که به اصطلاح فعالان اپوزیسیون هستن و پای در سن گذاشتن، یک سری افراد رو دور خودشون جمع میکنن، از جوانهای داخل به قول خودشون جذب میکنن، صحبتهای قشنگ، آیا بیایم اتحاد کنیم، امروز براندازی کنیم، فلان کنیم، اینها. و به محض تکمیل شدن کارشون و استفاده از اونها، هر کس رو یا به نحوی حذف میکنن یا کنار میذارن یا توقع دارن که بچه های داخل کشور بنده و مطیع اینها باشه. آقا ما نیومدیم که اینجا بنده و مطیع باشیم، ولی خامنه ای رو ما داریم، خیلی اگرم بنده و مطیعش باشیم امکانات بهتری بهمون میده. پس این مسئله براشون جا نیفتاده. به خاطر همین من تو این مدتی که کار کردم با گروه های مختلف و این مسائل رو دیدم، حقیقتا خودم رفتم دنبال این که یک تیم مختص به خودم داشته باشم، یعنی یک تیم از بچه های داخل و تعدادی از افراد بچه های خارج مثل همین آرش و غیره، که با این تیممون، تیم بر اساس ساختارهای خارج نیست، یعنی رئیس و مرؤوس و همه میخوان آقا تو این خارج کشور متاسفانه بشینن بالا رئیس بشن، بقیه اون یکی بشه منشی، اون منشی، یعنی کسی کار عملی رو نمیخواد بکنه. ما تیمی که تشکیل دادیم یک تیم عملیاتی هست تو زمینه‌های مختلف. مثلا همین خشایار عزیز که گفتم ویدیو رو گذاشت، یکی از بچه‌های تیم هست برای کارهای ویدیویی و غیره، تو ایران هم داره کارش رو انجام میده، به سرعت هم انجام. بچه‌های مقاله نویس، بچه‌هایی که تو فضای مجازی فعالن، بچه‌هایی که تو اس ام اس ها رو کنترل می‌کنن، تظاهرات‌های بیرون، خبرهای بیرون، و قشنگ با هم دیگه مچ و ارتباط داریم. ولی وقتی میرید پا میذارید تو این گروه های خارج، آرش بهتر میتونه بگه چون خیلی از این حرکت ها رو بوده، همه آقا دنبال اون صندلی اصلی هم بشن رئیس و اعلام کنن آقای فلانی رئیس این حرکت هست و همه جا براش تو بوق و کرنا کنن. من دیگه یعنی خودم خسته شدم از اینها. من با وجودی که سن کمی دارم بسیار حرکت بودم، تو بسیار حرکت بودم، همش همین موارد متاسفانه ریاستی و غیره وجود داره. حتی وقتی که از این افراد بریده میشی و باهاشون کار نمی کنی، انزنی ها، اتهام زنی ها غیره شروع میشه، طرف به راحتی مثلا نه مدرکی داره نه چیزی داره، تو مزدور جمهوری اسلامی هستی، تو مثلا مال یک گروه دیگه هستی، تو سبزی اومدی نفوذ کردی، تو نمیدونم مجاهدی، تو فلان. اینها همه مشکلات این اپوزیسیون هست، انگزنی های بیمورد. خب آقا به عنوان مثال مبارز نستو مزدور جمهوری اسلامی، تو بیا ثابتش کن،
کجا مزدوری کرده اونو بیا ثابت کن. این انگزنی ها و این فضایی که وجود داره در خارج کشور، فضای تخریب و تهمت و افترا که وجود داره و وقتی میبینن یک نفر کار خوب سیاسی میکنه میخوان به سرعت به زیرش بکشن چون که احساس خطر میکنن از دست رفتن جایگاهشون، متاسفانه یک آفت کار سیاسی شده در درون گروه ها. من نمیگم حتی مثلا بین دوتا گروه مخالف، بین جمهوری خواه و مشروط خواه، بین نمیدونم گروه کمونیست و راست ها، نه، در درون خودشون. ببینید این صد شاخه شدن ها برای چی بوده؟ از همین جاها شروع میشه دیگه، چون که همشون متاسفانه باز هم میگم فعالیتشون بر اساس کی هست که اون صندلیه رو بشینه و خب ببینم با این حساب حالا بذار من یه سوال بکنم. با این حسابی که داری میگی اگر این در ایران اینجوری که شما میگی تعریف بشه که مثلا در خارج کشوری هم هنگ میزنن، پس چجوریه که این همه آدم تلاش میکنه که بیاد بیرون از ایران؟ اینو از کجا میشه دنبال کرد؟ چرا آدم ها از ایران هی میخوان بیان بیرون؟ آها، این خیلی مسئله مهمه. اتفاقا من چند روز پیش مقاله هم نوشتم راجع به این موضوع. بیرون اومدن آدم ها جناب بهبهانی به خاطر نشون دادن مدینه فاضل است. یعنی اون کسی که داره میاد بیرون، من شک دارم خیلی ها، یعنی 90% برای کار سیاسی بیان داره میاد یه زندگی برای خودش بسازه، داره میاد پولی بری ایران بفرسته به خانواده کمک کنه، حالا برم درس بخونم، همه اینها رویاها تو سرشون هست. یه دفعه مثلا میبینید در ترکیه یا همین کشورهای یونان، اینهایی که پناهنده زیاد توش هست، مثلا طرف میاد یه دفعه با 100 تا تلویزیون هم مصاحبه میکنه، اینها طرف هیچ پرونده سیاسی هم در داخل کشور نداشته. چجوری میشه قضیه؟ به نظر من قضیه این هست که داره مثلا به حساب خودش برای کیس خودش یک چیزی درست میکنه، یک گزینه‌ای درست میکنه که به سازمان ملل ارائه بده. چون که همه اینها رو میبینید بعد یه مدت ناپدید میشن. پارسال اگه یادتون باشه یه عده تو یونان بودن، لبها رو دوخته بودن آقا به چه وضعیتی، ما پناهندگان سیاسی هستیم یونان، ما خیلی تلاش کردیم تو داخل کشور، به این تلویزیون بگو، به اون رادیو بگو، به این نمیدونم شخصیت سیاسی بگو که از اینا حمایت کنن. متاسفانه بعد از اینکه خرشون از پل رد شد، بررسی که کردیم دیدیم آقا یکی تو فیسبوک داره دختربازی میکنه، شفاف باید بگم، یکی داره برای خودش عشق و حال میکنه از همون لب دوخته ها. و این هست که متاسفانه این بدبینی دیگه به وجود اومده توی فضای سیاسی و پناهندگی سیاسی. از یه طرف یه عده سیاست، یه عده کار سیاسی واقعی میکردن تو ایران، اونها رو هم یه عده دیگه تشویق میکنن آقا بیا بیرون تو رهبری اپوزیسیون رو به دست بگیر. حالا مثلا یه جوان 20 ساله 25 ساله با این تشویق ها بلند میشه میاد بیرون، فعال سیاسی هم بوده در داخل کشور، خیال میکنه الان اومد بیرون تمام گروه های اپوزیسیون منتظرن که این بیاد فقط، ولی میاد اونجا میبینن اصلا اینو دیگه محل هم نمیذارن چون براشون صرف نمیکنه. وقتی یکی داخل کشور خیلی براشون صرف میکنه، نه کمکی میخوان بهش بکنن، نه به قول معروف کمکی میخواد از اونها، نه کانالی میخواد از اونها، هیچ نمیخواد، تو داخل کشور راحت براشون. ولی همین که پا شد اومد به قسمت پناهندگی، اینها دیگه رها میکنن. نمونش هم همین خستگی ناپذیر آرمان. من میدونم ایشون فعال سیاسی بود، دوست خود من هم بود از طریق اینترنت، با همین صحبت ها با همین وعده ها بلند شد اومد بیرون. متاسفانه الانم تو یونان تو زندانه. اینها همه آثارات این تبلیغات منفیه. ولی خود من به شهادت همین دوستان، به شهادت آرش مهدوی، بیش از 20 بار گفتم آقا تو نیاز نیست از ایران خارج بشی و توی ایران میتونی مبارزات تو ادامه بدی.
الان ایشون مبارز بیشتر داره میکنه یا من؟ حتی من اگه فردا دستگیر بشم یه زندانی سیاسی هم، یه مهر لکه ننگی برای جمهوری اسلامی هستم، به همین راحتی نمیتونه من حذف کنه. ولی طرفی که اونجاست چه فایده داره؟ برای جمهوری اسلامی خوشحال تر. به خاطر همین من عملا توصیه میکنم که شما که تو این برنامه های تلویزیون پارس هم میرید که این افراد اپوزیسیون دور هم جمع میشن، این توصیه رو بکنید آقا، اینقدر نگید که بیاید بیرون و یا ما حمایت میکنیم و قول بدید، بگید آقا تو ایران باشید، حتی ما کمک میکنیم. خود من شاید اصلا نیازی به کمک مالی نداشته باشم و ندارم، ولی افرادی میشناسم که با 50 دلار 100 دلار که بهشون کمک بشه از خارج کشور، خیلی میتونن تو عرصه مبارزاتی فعال بشن و به هر حال تر رو جلو ببرن. هر ایرانی خارج کشور باید یه نفر از اینها رو جذب کنه، بهش کمک مالی پول برسونه و راه‌های مختلفی هم وجود داره. به جای اینکه ببرن اینها رو تو ترکیه ول بکنن یا تو یونان، از این طریق کمک کنن که دلگرم بشن بچه‌های داخل کشور. به هر حال تجربیات سال 57 اون بازاری اونی که کمک می‌کردن هم بوده. سپاسگزارم. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که آقای آرش، شما بگو ببینیم که با توجه به این تعریفی که میکنه شما چی فکر میکنی؟ این خروج این بچه ها از ایران چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونن اینا بیان در خارج و در کنار تو قرار بگیرن و مثل تو مبارزه بکنن؟ چرا نباید از ایران بیان بیرون؟ جناب بهبانی، دست گذاشتیم روی اون قسمت حساسی که درد خیلی بزرگی هست و من همینجا خدمت همیهنان عزیز اعلام میکنم که بعد از رفتن جمهوری اسلامی ما داستانها و حدیثهایی که چه بلاهایی سر این جوانهای ما در طول مخصوصا این 7-8 سال گذشته، مخصوصا 3-4 سال گذشته اومده، باید بشنویم که واقعا دل سنگ رو به درد میاد. و این رو من باز روش اینجا تأکید میکنم که یکی از بدترین کارهایی که در حال حاضر کرد و بیشترین استفادهی که میتوان به جمهوری اسلامی رسون این هستش که سنگر رو خالی کرد. یعنی الان متاسفانه این به صورت یک حتی فرهنگ در اومده. یعنی طرف بلند میشه از ایران میاد بیرون، مبارز خیلی قشنگ توضیح داد، من یه مقدار میخوام ژرف‌تر بهش بپردازم، از ایران میاد بیرون برای قبول شدن در یکی از کشورهای اروپایی یا حتی امریکا و با این امید که برگرده دوباره به ایران، زن و بچه‌ش هم بیان بتونن برن و بیان یه زندگی اونجا داشته باشن و پولشون هم بیان در داخل ایران خرج کنن و با یه حالتش خوب. ولی این رو در نظر نگرفتن که شرایطی که من 26 سال پیش که اومدم در نروژ با الانی که یه چیزی بیشتر از 2000 نفر جوون ایرانی که از 8 ماه 6 ماه 7 ماه تا 8 سال و 9 سال اینجا بدون تکلیف موندن، این تازه نروژی که بهترین جاشه. حالا شما در یونان و ترکیه دیگه وضع به صورتی شده که در یونان هر کسی رو میگیرن میندازن به زندان. جناب بهبانی الان مبارز گفت ما بچه‌هامون اونجا هستن، دقیق اطلاع داریم، کمپی دیگه وجود نداره. معذرت میخوام، زمان ما هتل ما رو میفرستادن، 10 سال بعدش شد کمپ، الان شده زندان. مطمئن باشید چند ماه دیگه بدتر هم میشه، بخاطر اینکه یه چیز مشخصیه. حالا ایراد کار کجاست؟ مبارز یه قسمتش رو گفت و من قسمت اصلیش رو میگم. این هموطنانی که به ایران میرن و برمیگردند، شاید قبول نکنید عزیزان، خونهایی روی دست شما قرار گرفته، زندگیهای خراب شدهی روی دست شما قرار گرفته به خاطر حرفهای دروغی که میرین به ایران در بین همیهنان دیگه میزنید، به خاطر اطلاعات غلطی است که میدید، به خاطر اینکه نه تنها خودتون با این رفت آمدتون فعالیتتون صفر هست در خارج از کشور، میرین در داخل با حرفایی که میزنید با اطلاعات غلطی که میدید این بچه ها رو این همیهنان رو
رامیندازین، زندگیشون رو از بین ببرن، بلندشن بیان این ور، ولی بهشون نمیگید که الان امروز وضع چیه. حالا چرا این کار رو میکنید؟ یعنی واقعا اینقدر مهمه که چهار نفر بیان دورتون جمع بشن بگن به به خیلی ممنون شما واقعا، یعنی جدا آقای مثلا ایکس یا خانم ایگرگ شما نماینده مثلا اتحادیه اروپا هستید تو کشورتون، یا شما مسئول دادن ویزا هستین که اینقدر وارد هستین به این قوانین، و چگونه میشه آدم با این همه مشکلاتی که برای این بچه ها پیش میاد با سر راحت بذاره رو بالش؟ برای من خیلی تعجب آوره. ولی من مستقیم با جوانان تو ایران، چون این برنامه تو ایران پخش میشه، مستقیم با همیانان در ایران صحبت میکنم. هموطنان عزیز، شرایط عوض شده، خود اروپا الان مشکل داره. من مطمئن هستم شما در داخل کشور بمونید و اون شرایط رو بتونید مساعد کنید، بسیار بهتره که بیان خارج از کشور. خارج از کشور رو یه روزی من امیدوارم سر وقت کتاب ها و فیلم ها و گفته هایی براتون بگم که ببینید چه زندگی هایی این طرف به هم خورد. از هر 100 تا زن و شوهر یکیشون هم با هم نموندن. شرایط این کار رو کرده و حالا میگم قسمت های مختلف داره، یعنی وضعیت هر روز بدتر داره میشه. و شما مطمئن باشین جمهوری اسلامی آرزوش این هستش که شما از کشور خارج بشین. چرا اینقدر تحصیلات میذاره که راحت بتونن برگردن دوباره؟ به خاطر اینکه هر یک نفری که برمیگرده میشه یک کبریت بی خطر برای جمهوری اسلامی، و بعضی وقتا هم متاسفانه میشه یک کارمند جمهوری اسلامی، چون بسیاری از این متاسفانه همیانان حتی کار میکنن برای جمهوری اسلامی، و این واقعا دردآور. نکنید این کار، هموطنان عزیز، بچسبید به مملکتتون. من اگر تجربه الان داشتم امکان نداشت جناب بهبانی عزیز از ایران خارج بشدم، ولی 26 سال پیش با یک فکر دیگه اومدم بیرون و الانم 26 دقیقه هم حتی از فکر ایران دور نیستم، چون میدونم هیچ کجا بهتر از خونه خود آدم نیست، حتی اگر 100 تا پاس نروژی و فرانسوی و دانمارکی هم داشته باشی. سپاسگزارم. جناب مبارز، این یه وجه قضیه است، اما وجود دیگر هم داره. ببین، همه آدما که بالاخره سیاسی نیستن، که مردمن، مردم زندگی معمولی میکنن، عده ای آدم هستن که سیاسی هستن. به نظر من مشکل اونجای آغاز میشه که آدم معمولی میاد برای گرفتن اقامت خودشو سیاسی معرفی میکنه و بعد دچار این مشکلات و معضلات میشه، و از میون اینا هم بلاخره جمهوری اسلامی هم یه سری آدم های خودش رو این وسط میزنه جاو و میفرسته بیرون و اینا درد سر درست میکنن دیگه. مثل معتی و اینا ما زیاد دیدیم از این داستان ها در طول مدت که در خواهی. ولی آدم معمولی، جوان معمولی چرا باید اونجا وایسه که مثلا بهش توهین بکنن راجب لباسش، راجب پوششش، راجب این که مثلا باهایی نمیتونه بره مدرسه؟ چرا باید اونجا بمونه به نظرت؟ چون که اینجا به نظر من در درجه اول سنگر مبارزاتی است. اگه یک افرادی خودشون رو مبارز میدونن باید سنگر رو ترک نکنن، این نظر من است. ولی من یک وجه دیگه قضیه رو هم گفتم، من افرادی رو میشناسم، یکی از دوستانی که رفته بود یونان و برگشته بود قسم میخورد برای من، حالا قسم که نه، ولی حقیقت رو میگفت و پافشاری میکرد که آقا تو این قاچاقچی هایی که میخواستن ببرنه، چون که پولش تموم شده بود، ما خواستن سرش رو ببرن. خب من نمیدونم آیا ما در خونه خودمون باشیم و یک به هر حال سرپناهی، به هر حال یک نان خالی هم که گیرمون بیاد بخوریم، بهتری که تو این دهات های یونان و ترکیه و غیره آواره بشیم که حالا یک ویزایی به همون بدن یا شاید هم ندن. همه زندگی خوب میخوان، همه آینده میخوان، همه دلشون میخواد برن کشور خارجی، چون یه تصوراتی هم از اونجا دارن، تصورات به نظر من خام، چون من برای تفریح خارج هم رفتم، خیال نکنید من خارج ندیده هستم. ولی این چیزایی که من دیدم در
کشور خارج هم پول نداشته باشی زیاد وضعیت خوب نیست. یعنی خیال نکنید همین پول نداشته باشی در داخل ایران وضعیت خوب نیست، تو خارج هم پول نداشته باشی درسته که حالا یک امنیت اجتماعی، یک به قول معروف میزان تو کشورهای بسته به کشورشون که سوشال هستن یا غیره، یک رفاه اجتماعی دارن و غیره، ولی به هر حال اونجا هم پول حرف اول رو میزنه و همه جا پول حرف اول رو میزنه. پس این مواردی که تو ذهن خودشون پروروندن خیلی ها به نظر من اشتباه است. اگر زندگی بهتر میخوان، اگر رفاه اقتصادی میخوان، کشور ایران برای این کار درجه یک 217 میلیارد دلار درآمد نفت در سال داشته، پارسال سال گذشته و گاز، و حساب بکنید این پول ها به اضافه اگه یک کشور آزادی ما داشتیم پول توریست که الان ترکیه پول توریستش اندازه داره خیلی زیاد میشه، داره با نفت خیلی کشورها رقابت میکنه و ما خیلی بیشتر از ترکیه امکانات توریستی داریم، به اضافه پول کشاورزی حساب بکنید تا قبل از دهه 40 اقتصاد اول ایران کشاورزی بوده، بعد از دهه 40 بود که اقتصاد اول کشور نفت شده. ما میتونیم یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشاورزی به دنیا باشیم و همچنین محصولات دیگه مثل فرش و خاویار که اونها هم جزه و زعفران، یه سری چیزها ما از خودمون داریم. همه اینها رو هم جمع کنیم ما یک کشور ثروتمند هستیم که مدیریت وجود نداره در این کشور. خب حالا دوست عزیزی که از ایران میخوای خارج بشی، آیا راحت تر این هست که بری خودت رو آواره و بیچاره کنی و در توهین ها و تحقیر ها بشنوی؟ من شنیدم میگفتم خانم های با شخصیتی هستن که مثلا میان تو همین ترکیه واقعا به یک انسانی که 180 درجه تغییر کرده تبدیل میشن و امثال هم. ببینید آیا میخواید اینجوری بشید یا تو این کشور بمونید، کشور رو بسازید. کشور الان مدیریتش غلط هست، مدیریت اسلامی یا دینی یا هر چیز دیگه جواب نمیده. مدیریت باید بر اساس اصول مدیریت باشه که کتاب ها نوشته شده راجبش، و همچنین در کنار مدیریت لازمه که ما سه اصل مهم رو همیشه همراه داشته باشیم که گمراه نشیم. اصل اول این هست که سکولاریسم، که امشب هم شاهزاده رضا پهلوی به زیبایی اشاره کرد به این مسئله، در کشور ما وجود داشته باشه. اون فردی که دیندار هست باید بدونه که در سکولاریسم به مذهب اون میتونه مذهبش رو داشته باشه و کسی زاران ارتباطمون قطع. یه لحظه ازه بدید ببینیم میتونیم ارتباط رو برقرار کنیم یا نه. مبارز، آقای آرش، ارتباط برقرار شد. بفهمید آقای مبارز، بفهمید. تا کجا شنیدید جناب؟ تا بحث این که شاهزاده در مورد سکولاریست در ایران میگوید که ما همیشه سکولار بوده ایم. گفتم این سه اصل رو هم هر ایرانی باید داشته باشه که یک سکولاریسم و از مبانی سکولاریسم دفاع کنه. اون دیندار باید بدونه که در فردای آزاد ایران سکولاریسم دین اون رو هم تضمین میکنه و میتونه آزادی دین ادیان رو داشته باشه برای خودش. اگه سکولاریسم به نظر من حتی در آینده ایران روی کار نیومد، امکان داره گروه‌های تندرو ضد اسلام که الان در ایران هم دارن ها میگیرن، یعنی این صفحات نقی و نمیدونم این چیزهایی که شکل میگیره، خیال نکنید اینا از خارج داره میاد، اینا داخل کشوره به خاطر اینکه مردم دینگوریز شدن، ولی در سکولاریسم دین اونها هم تضمین میشه. این مورد اول هست. مورد دوم
تمامیت ارضی هست که باید هر ایرانی اون رو بدونه. و مورد سوم هم باید ما مبانی حقوق بشر رو که تصویب سال 1941 هست به اضافه الحاقات اون، اونها رو هم بدونیم و پاس بداریم از اینها. اینها موارد هست. به خاطر همین ما میتونیم کشور رو بسازیم. حالا این دوستانی که میرن پناهنده میخوان بشن، زجرها میکشن، بعضی ها دپورت میشن با چشمانی اشکبار، و بعضی دیگه که واقعا میرن اونجا حتی پناهندگی هم میگیرن، بلند میشن میان ایران. دیگه واقعا یعنی زشت‌ترین کار اصولی و اخلاقی رو اینها انجام میدن با کیس پناهندگی، جایی که خون ندا و سهراب هنوز رو زمین هست، اینها خودشون رو جای ندا و سهراب جا میزنن، میرن اونجا، هیچ کمکی که به ایرانیان در اون مرز نمی کنن، باز بلند میشن میان ایران و هم چند تا دیگر رو فریب میدن، هم جمهوری اسلامی ازشون استفاده میکنه و موارد دیگه که خود توضیحات تکمیل شد تو این قسمت. من تمام. بله ممنونم ازت. من فقط خیلی کوتاه یه قسمتی رو بگم، البته مبارز دارم نوشه اشاره کردم. یه تعدادی از این هممیهنان ما توجه کنند که همشون وقتی میان این ور به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک ایرانی که مشکل داشته میان و تقاضا میکنن که اینجا بمونن، ولی بعد که بر میگردن و یه تعدادشون هم تو میرن در اونجا زندگی میکنن، خودشون میشن یک مشکلی برای اون اجتماع، یعنی میشن جزء سیستم جمهوری اسلامی. وگرنه اگر ایران بد بوده، چرا موقعی که با پاس نروژی برمیگرده ایران، ایران خوبه و اونجا زندگی میکنه؟ و اگر هم همه اینا رو بذاریم کنار، چرا با اسم خودتون نمیریم بیرون بگین آقا من مثلا آقای ایرج مثلا تهماسبی اومدم الان اینجا در نروژ اقامت بگیرم؟ ببینین بهتون میدن این اقامتو؟ هیچ کدوم از این سالها هیچ کی نمیتونست بگیره. سپاسگزارم. ممنونم از شما. خیلی خوب، حالا این بحث خروج و ورود جوانان به ایران و اینکه شما معتقدی که مبارز معتقدی که باید این جوانان درون ایران بمانن، خب درون ایران بمانن بعد چیکار میتونن بکنن به نظرت؟ وقتی این همه اختناق وجود داره، این همه مسئله وجود داره، چجوری این میتونه اونجای کار رو انجام بده؟ چیکار میتونه بکنه؟ چجوری میتونه این کار رو انجام بده؟ چطوری میتونه با رفیق هم فکرش مثلا برن توی قهوه خونه بشینن، توی کافتریا بشینن، با هم دیگه حرف بزنن؟ خب میگیرنشون، چیکار باید بکنه به نظره؟ ببینید الان قضایا فرق کرد. من که گفتم الان با یک تیم حداقل 60 نفره 50 تا 60 نفر داریم کار میکنیم، هم اقصانقاط ایران و با هم هم صحبت میکنیم، حالا قهوه نمیخوریم به کنار، ولی ارتباطات بسیار کامل و امن‌تر هست تا اینکه حالا دو نفر با هم دیگه مثل قدیم برن و با هم دیگه مطالبشون رو به اشتراک بذارن. این یک قسمت هست. دومین قسمت اون دوستانی که همدیگر رو میشناسن در داخل کشور، با هم دیگه صحبت میکنن. اینجوری هم نیست که خیال کنید آقا همچین جمهوری اسلامی، درسته که فضای اختناق غیر وجود داره، شما ببینید میزان فحشی رو که جمهوری اسلامی تو تاکسی فقط میخوره، یک جای عمومی، یعنی یه دور بشینید تاکسی توی سمت شهر تهران و شیراز رو چرخید، این مهم رو در میآورید. پس مردم حرفشون رو میزنن، نمیترسن. یه مشکل وجود داره برای روز مبارزات هست که اون دیگه بستگی به شورای ملی و یک اپوزیسیون واحد در خارج کشور داره که پشت مردم ایران رو گرم کنه تا مردم به صحنه بیان دوباره. اگه پشتشون گرم نشه نمیان. مردم ایران به رهبر احتیاج دارن. این مسئله ای هست که باید ما مدام روش تاکید کنیم. این که بگیم به رهبر احتیاج ندارند اشتباه است. تا زمانی که خود موسوی و کروبی با تمام ناکارآمدی، با تمام اینکه صحبت از دوران طلایی می‌کردن و با تمام حرف و حدیث‌هایی که پشت سر این دو بود، وقتی که در صحنه بودن، انصافاً تا روز 25 بهمن 1389 آره مردم هم بودند، ولی از اون روز که این دو دستگیر شدن مردم هم نبودند. خب این درس میده به ما دیگه.
نشون میده مردم به رهبری احتیاج دارن. حالا اگه یک شورایی تشکیل بشه که جهانیان این رو بپذیرن و شخصیت‌های سیاسی ایرانی داخلش باشند، شخصیت‌های مورد قبول، مردم دلگرم میشن و دوباره میان. کمک‌های خارجی یک بحثی هست که مطرح میشه که دولت‌های خارجی چگونه میتونن کمک کنن. ببینید، من سال فکر کنم 86 بود، سازمان ملل یک بیانیه داد که مقالاتی رو بنویسن، یعنی دو سال قبل جنبش سبز، که چگونه میشه سازمان ملل به کشورهای دیکتاتور زده کمک کنه. من مقالم رو نوشتم و فرستادم، گفتم که سازمان ملل باید بیاد و به کشورهایی که تحت دیکتاتوری هستن اینترنت آزاد ارائه بده، یعنی یک اینترنتی که مردم بتونن باش ارتباط برقرار کنن. شما حساب بکنید الان مردم اینترنت پرسرعت و آزاد در داخل کشور داشتن، دیگه نیازی نبود ماهواره بگیرن یا پارازیت بیفته روش. این کانال شما میشد یک کانال ماهواره‌ای، اصلا دیگه اونها از بین میرفت اون مبانی قبلی و من به راحتی میتونستم صدای خودم رو مستقیم برسونم. الان مثلا باید بره روی یوتیوب یا خیلی ها بیان تو اینترنت گوشش بده. متاسفانه دولت آمریکا تو این زمینه دروغ‌ها گفته به نظر من. من میتونم دروغ‌هاش رو در بیارم. در همون سال 88 دولت آمریکا اومد و گفت ما یک پروژه میخوام ارائه بدیم. یک فردی اومد به اسم آستون هیپ، نمیدونم شما یادتونه یا اصلا اطلاع دارید، به اسم اینترنت، یک پروژه بود به اسم هیستک یا یه همچین نامی بود. بعد از مدتی مشخص شد اصلا این فرد کلاهبردار هست و هیچی به وجود نیومد. دومین مورد دروغگوی دولت آمریکا در زمینه اینترنت آزاد به ملت ایران، اینترنت چمدانی بود. آقا این چمدان چی شد؟ کو این چمدانی که آقای اوباما و وزیر خارجه و اینها اومدن درباره‌اش صحبت کردن و جمهوری اسلامی همون موقع انقدر ترسید که وزیر اطلاعات اومد بیانیه داد که در مسائل داخلی کشور دخالت نکنه. ببینید آمریکا راجع به خیلی مسائل صحبت میکنه ولی جمهوری اسلامی واکنش چندانی نشون نمیده، ولی همین که گفت ما میخوایم اینترنت آزاد بدیم، وزیر اطلاعات، وزارت امور خارجه، همه پشت سر هم از ترس به وحشت افتاده بودن و بیانیه دادن و پیام فرستادن که تو کار و امور شخصی ایران دخالت نکنه. خب پس ببینید چقدر این اینترنت آزاد میتونه ضربه بزنه به اینها. بنابراین متاسفانه این دو تا دروغگوی بزرگ انجام شده. حالا من اگه این موقع دسترسی داشتم به روزنامه نگارانی از جناح مخالف اوباما یا روزنامه نگاران آزاد، این رو خواهم گفت که این دو تا پروژه‌ای که آمریکا گفت چی شد؟ هیچ چیزی به ملت داخل ایران ارائه نداد. اینترنت واقعا در این دنیا میتونه خیلی تغییرات رو به وجود بیاره و راه‌های سقوط دیکتاتوری رو هموار کنه. سپاس. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که بریم به سراغ آقای آرش بپرسیم. آرش، حالا با توجه به اینکه این آدمایی که در بیرون هستن، فهم می‌کنی که مثلا ما تو 88 خب شاهد بودیم که جوونا همه اومدن، مردم پیر و جوان همه وارد صحنه شدن و خب پیش بینی میشد که اینا میرن بعدن خونشون. فکر میکنی که علت اینکه اینا نمیستن چیه؟ به نظرت چی میرسه؟ چرا نمیسته؟ چرا استمرار نداره؟ چرا ادامه نداره؟ همینجوری یه مقطع میاد و بعد میره خونش، علتش فکر میکنی چیه؟ دقیقا الان مبارز نسوان بهش اشاره کرد و خیلی مشخصه. ببینید جناب بهبانی عزیز، مردم عادی یعنی اون مس مردم، یعنی یک کارگر، یک معلم، یک محصل، یک برزگر، یک بازاری، کسانی که در اجتماع هستند، اینها معمولا در همه جای دنیا دنبال رو هستند تا اینکه ببینن در کاری که دارن انجام میدن به نتیجه میرسن یا نه. یعنی هیچ وقت تموم کننده اصلی، البته هستن تموم کننده ها، ولی نمیتونن برنامه ریز و برنامه گذارم باشن. یعنی دقیقا این حرفی که الان زده میشه، یعنی ماهایی که در خارج از کشور هستیم، اولا بذاریم من آب پاکی رو اینجا رو دست همه عزیزانی که در خارج از کشور باشن بیزم که
تنها وظیفه‌ای که ماها در خارج از کشور داریم اینه که بلندگوی داخل کشور باشیم. اگر هم یک هماهنگی به وجود بیاد، یک شورای به وجود بیاد، یک رهبریتی به وجود بیاد، فقط برای هماهنگ کردن داخل. ولی این رو هم باید توجه کنید، اگر شورای در خارج به وجود بیاد ولی اون مردم و اون سربازهای توی میدان مبارزه در صحنه نباشن، اون شورا به درد هیچی نمیخوره. من یه خیلی مثال خیلی کوتاه اینجا خدمتتون بزنم، این برمیگره به زمانهای قدیم، حتما شما خودتون یادتون میاد. میگن یه آقایی رفته بوده یه شهر کناری، اونجا یه مشکلی براش پیش میاد، برمیگره میاد تو خونش، میره طبقه سوم رو پشت بون، در رو قفل میکنه، شروع میکنه از فاصله 400 کیلومتری داد و بیداد کردن و من پدر تو رو در میارم، بالاخره مگه میشه من برم؟ خانومش از پایین صدا میزنه میگه آقا چیکار داری میکنی؟ خون نکنه وقت بپا کنی. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین حالت که این عزیزانی که بلند میشن فهم میکنن در خارج از کشور کاری میشه کرد یا خارج از کشور تأثیر گذاره، این همون شخصی که رفته رو پشت ما میخواد از فاصله 2000 کیلومتری اون داخل رو درست کنه. نه، نمیشه. یعنی این هماهنگی که به وجود بیاد، یعنی مردمی که میان تو خیابون بدونن در فردای اومدن تو خیابونشون چه اتفاقی میفته، شما مطمئن باشین به خونه بر نمیگرد. یعنی 3 سال پیش زمانی ندا و سهراب و این 5 میلیون اومدن تو خیابون، اگر میدونستن که در هفته آیندهش، در 10 روز آیندهش، در 20 روز آیندهش تشکیلاتی به وجود میاد، جمهوری اسلامی خواهد ریخت، مطمئنن بیرون نمیرفتن. این که مثلا یه نفر بره تو خیابون بخواد سوار اتوبوس شه، هنون رفته بالا بیاد پایین، چون هدف باید داشته باشه دیگه. اگر ندونه کجا میخواد بره، سوار شدن به اتوبوسش یه چیز به قول معروف بدون هدفی است و بدون نتیجه. بنابراین من مطمئنم در تمام دنیا می نشون داده شده، اگر فردای روزی که جمهوری اسلامی میریزه برنامه ریزی باشه، هماهنگی باشه، یه تعدادی باشن که بتونن این ارتباط، الان شما گفتین مبارز چرا نمیاد خارج از کشور، اگر مبارز اومد خارج از کشور این مصاحبه ما الان به اون صورت مثل الان جواب نمیداد. چون ببینید یه سری از زاویه ها رو مبارز از داخل داره میگه، یه سری از زاویه ها رو ما از خارج داره میگیم و دقیقا این حالت ما بلنگوی این بچه ها هستیم، ارتباط لازم. دقیقا شما از اول برنامه به نظر من درود به شرفتون چقدر قشنگ دارین بحث رو پیش میبرین، جوانگرایی، ارتباط خارج و داخل، داشتن یک برنامه، داشتن تیم برنامه گذار، به خاطر اینکه در داخل نمیشه حتی دو تا قهوه با هم بخورن، ولی اگر اون تیم بیرون باشه، حالا شوراست هر چی اسمشو بذاریم، اون داخل نیرو دارن و آمادگیشو دارن که یه هفته تو خیابون بمونن، 10 روزم سر کار نرن، برای اینکه میدونن روز 11 به نتیجهشون میرسن و به همین امیدم بود که اون بچه ها اومدن تو خیابون. یعنی من وقتی فکر میکنم جناب بهبانی بعد از این 33 سال، با این که هنوز هیچ تشکیلاتی در خارج انجام نشده ولی هنوز این حرکت ها رو ما میبینیم، دیدیم 3 سال پیش چه کار کردن، هر روزم داریم میبینیم در فلان دانشگاه، در فلان شهر، در فلان منطقه حرکت ها انجام میشه، من خودم شخصا به عنوان یک ایرانی خارج از کشور شرمنده تک تک اون برای بچه هم، برای اینکه اونا کار خودشونو کردن، این طرف کار خودشو انجام نده، ما باید این قسمت رو بتونیم یک حرکتی انجام بدیم. سپاسگزارم. ممنونم، بسیار عالی. عرضم به حضورت که آقای مبارز، شما صحبت از این میکنی که رهبری باید وجود داشته باشه، خب این رهبره در طی مبارزه به وجود میاد دیگه، نمیشه که من از اینجا بیام بگم من رهبرم، آ مردم ها شما بیه به حرف من گوش بدی، که همچه اتفاقی در هیچ کجا نمیفته، بلکه رهبر مثلا فرض کنیم که توی اگه به طور عینی نگاه بکنیم، اگر که شمایی که درون ایران هستی اگر اون مثلا 88 رو در نظر بگیری، وقتی که مردمی اومدن تو خیابون، خب اون وسط اون جمعیت یه عده آدم ها خود به خود پیدا می شدن که خط می دادن آقا این وری بریم، اون وری بریم، اینطوری کنیم، اونطوری، یعنی از درون مبارزه رهبر می جوشه و بیرون میاد. نمی شود از بیرون بیای بگی من رهبرم، آ مردم ها بیای برف من گوش بدی، هم چیزی که اتفاق نمی افته که فکر می کنی که آیه حرف
درسته یا غلط اول؟ اول با این حرف منو باور داری یا نداری تا من بقیهش رو با تو ادامه بدم. من صحبت شما رو دو قسمتی میکنم. درسته که یک عده در داخل تظاهرات ها خط میدادن، شاید خود من هم یکی از اونها، ولی بالاخره همه اینها، همه تظاهرات ها، همه این صحبت ها باید به یک نفر یا یک گروه خط بشه که بتونن این موضوع رو رهبری کنند. رهبر به وجود اومدن از داخل کشور، نتیجهش میشه میرحسین موسوی که میگفت دوران طلایی امام و ولایت فقیه رو هم قبول داشت و همچنین جمهوری اسلامی رو، و به حصر میره و حصر خانگی میره و میشه کروبی که یکی از نزدیکان امام خمینی بوده به گفته خودشون، و ایشون هم به حصر میره و تمامی اون دستندرکاران جمهوری اسلامی تو زندان. خب اینها میخواستن رهبر بشن داخل دیگه، خیلی هم رهبران ملایم دیگه به قول معروف اصلا فرق با جمهوری اسلامی ندارن، یه خود اونها یه گروه دیگه شون. یعنی چه اینها رو برداری بذاری جای خامنه‌ای، خامنه‌ای رو بذاری جای موسوی، من فکر نکنم تغییری حاصل بشه. خب اینها رهبر منتها دستگیر شدن. ببینید رهبر به نظر من یک خصلتی که باید داشته باشه، مردم دنبالش باشه، مردم اون رو تبلیغ کنن، مردم اون رو بخوان، والا هیچ کس نمیاد بگه من رهبر هستم یا فکر نکنم تا حالا کسی گفته، شاید هم من ندیدم بیرون از ایران، ولی بعضی چهره ها مشخصن دیگه. شاهزاده رضا پهلوی از این تبلیغات گسترده، از این طیف طرفدار و این مقبولیتی که در داخل و خارج کشور داره و این همه افرادی که دنبالش هستن مشخصه دیگه، میتونه یکی از اون رهبران باشه. وقتی که میبینیم عکس‌هاش در داخل ایران پخش میشه، روی اسکناس‌ها شعار مینویسن زنده با شاهزاده رضا پهلوی، روی در و دیوار و همچنین میبینیم که توی فیسبوک بچه های داخل کشور امشب مصاحبهش رو زودتر از خود افق میزن به عشق این که دارن براش کار انجام میدن. میبینیم که در مسائل مختلف در فضای اجتماعی و فضای بیرون همه اینها چیزهای عینی، شواهد عینی هست که ما میبینیم. امشب مثلا مناظره بود آقای شریعت مداری، حسن شریعت مداری به عنوان یک جمهوری خواه. خب الان شما برید توی فیسبوک افق نظرات رو بخونید، ببینید مردم داخل کشور و مبارزان سیاسی چه پیام هایی دادند، طرف کیو گرفتن. حالا هرچی آقای شریعت مداری بخواد بشینه بگه من رهبر جمهوری خواهان هستم، رهبر رو باید مردم تعیین کنن، مردم هم نظراتشون رو بهش در زیرش انتقال دادن، در زیر کامنت ها گفتن شما اینطوری هستی. به خاطر همین اولین چیزی که توی رهبری مهم هست مقبولیت و اینکه دنبال اون فرد باشن و اون فرد بتونه یک وجه حتی بین المللی پیدا کنه و داشته باشه. که من شخصی رو مناسب تر از شاهزاده رضا پهلوی نمیبینم تو این مدتی که مبارزه کردم. ببینید امشب چه صحبت‌های زیبایی درباره سکولاریسم انجام میداد در مقابل آقای شریعت مداری، مدام به گذشته برمیگشت و مدام به مسائلی که اصلا ربطی نداره، مسائل شاه یا نمیدونم اون سالها، به نظر من اینها همه مسائل تموم شده است، ما باید به روز باشیم. اینها متاسفانه فریز شدگان در تاریخ هستن، منجمد شدگان در تاریخ هستن، مدام برمیگردن به گذشته، آی گذشته این جور بود، گذشته اون جور بود، و گذشته دردی از ملت دوا نمی کنه. حتی یک قدم هم جوانان فراتر رفتن. الان اگه برید ببینید یک فیسبوک ایجاد شده به اسم طرح غرامت جوانان ایران از انقلابیون 57 که به اشتباه خودشون اقرار نکردن. بیش از 1500 تا عضو داره این صفحه، با وجود اینکه یک صفحه نوبنیات هست و تازه ایجاد شده. خب
یعنی کار به جای رسیده که جوان ها حتی غرامت از این افرادی میخوان که میگن ما کار درست رو کردیم، رفتیم انقلاب کردیم، کار درستی بود. خب همه این مسائل نشون میده که وضعیت در داخل کشور به چه ترتیب هست. من نمیخوام باز هم از جانب مردم داخل کشور نظر بدم که آی تمام مردم دنباله رو به شاهزاده رضا پهلوی هستن، فردا اومد میشه پادشاهی مطلقه. نه، این چنین هم نیست. همه اینها توی یک رأی‌گیری آزاد میشه نمایش گذاشت، ولی شواهد عینی که من میبینم و به شما هم میگم که ببینید و آثاراتش هم هست، این رو نشون میده. اگه شما یک نفر رو از ایشون بالاتر سراغ دارید که مردم دنبال روش هستن و این چنین تبلیغش میکنن و این چنین خوشحال میشن، ایشون تو تلویزیون که بعضی تلویزیون ها میاد، حتی من دیدم در جمع روستاییان ایران بودم، خوشحال میشن میگن ولیعهد اومد، ذوق میکنن مردم. خب اینها نشون میده، یک سری سیگنال رو به ما میده. ما هم وظیفه داریم بیاییم روی این تلویزیون ها به شما انتقال بدیم که بدونید وضعیت به چه طرف. بسیار خوب، بذارید تلفن داریم ببینیم که این تلفن چه مطلبی داره. بفهمی. درود بر شما جناب دهبانی، من کوروش هستم. میخواستم در رابطه با همین مسئله بحث شما که مسئله زهدهی هستش، اگه اجازه بشوشن یه نزدیک یه دقیقه و نیم نظر خودمون بدم. بفهمی، دو دقیقه بگی. چه یه دقیقه و نیم؟ قربونتون برم، سپاسگزارم. عزم به حضور شما، من مطمئنم که شما خودتونم با رهبری در خارج از کشور موافقید. یعنی چند بار من در صحبتهای خودتون شنیدم و درست هم هست. اگه شما توجه داشته باشید به هم حدود دو سه سال پیش، موقعی که تا زمانی که حرف آقای موسوی چیز داشت، خریدار داشت، نوریزاده و گنجی و مخملباف و سازگار و شیرین عبادی و همه اینا تبلیغش رو میکردن، ولی به محض اینکه به قول موسوی گفت اینا شاره ساخت آشکن میدن و نمیشه و فلان این حرف ها، بلا فاصله آقای نوریزاده، گنجی، مخملباف یک نامه نوشتن به خامنه ای که بذار اجازه بده گهگداری آقای موسوی حرف خودش رو بزنه، اگر رهبری بیفته دست بیاد به طرف خارج از کشور، بلا فاصله شما صعود خواهید کرد. این مسئله رهبری متاسفانه همین افراد اصلاح طلب به خاطر اینکه رهبری شکل نگیره اومدن به مردم گفتن بابا شما خودتون هر کدومتون یه رهبری، این گول زدن مردم، شما هر کدومتون مگه میشه که 70 میلیون رهبر باشن؟ خب کی به حرفی که گوش بده؟ این هستش که اون وقت بعد متاسفانه یه مش وطن پرست، یه تعدادی وطن پرستن بدونه که فکر بکنن راجع به این جمله، اینها اومدن همینو تکرار کردن. ولی یه کارخونه، یه کارگاه، یه چیزی بالاخره یه مدیری باید داشته باشه، یه تشکیلاتی باید داشته باشه. و اصلا سپاسگزارم که اجازه بدید من صحبتم بکنم. امیدوارم که شاد و سربلند باشید، پاینده ایران. قربان دارم، محبت کردی که تماس گرفتی. قربان شما، ممنون از شما. عرضم به حضورت که حالا تو همین راستا یه بحث دیگه ای دوباره مطرحه و اون این روزا ما میشنویم، حتی امروز تو همین برنامه افق هم صحبت بود، شاهزاده‌ام به این اشاره داره، انتخابات آزاد. این چه صیغه‌ایه؟ شما چجوری این انتخابات آزاد رو تعریف میکنی؟ اجازه بده که از آقای مهدوی بپرسیم ببینیم که آقای مهدوی این انتخابات آزاد رو چجوری تعریف میکنه، بعد به سراغ مبارز به. بفهم. یک پرانتز کوچیک اینجا باشم در رابطه با ادامه صحبت مبارز عزیز. من اینو باز تاکید می‌کنم روی این قسمت صحبت که حتی اگر شورای رهبری یا رهبری هم در خارج از کشور به وجود بیاد، این باز همون بلندگو و دوستان هست. هموطنان گرامی، رهبران اصلی ما کسانی هستند که در داخل زندان ها، افرادی هستن مثل فرزدی، مثل برابرچه هایی که فرزدان همون میشه. در این زمانی که این ارتباط به وجود بیاد، شورای در خارج از کشور به وجود بیاد، با این ارتباط ها هستش که با هماهنگی، چون میبینید این عزیزان با این که در بندن، با این که در زندان ها چی میدن بیرون، اعلامیه میدن بیرون، یعنی دقیقا کانال هایی که بین قسمت وقت میشه ما رو تکمیل میکنه و با فروپاشی جمهوری اسلامی و با باز شدن در زندان ها، این
اصلی برنامه دوره برمیگرده دست رهبرهای اصلی، یعنی باز رهبرهای اصلی اون جوانهای داخل کشورن. ببخشید بسیار بذار ببینیم که صدای شما یه ذره خرابه، شاید بتونیم که این صدا رو حل بکنیم. آقای مبارز شما بفهمید، شما میکروفونتون رو ببندید آقای آرش تا ببینیم که مبارز راجع به این بحث انتخابات آزاد او چه میگوید. شما چی میگید راجع به این بحث انتخابات آزاد؟ امیدوارم صدای من خوب باشه، چون صدا مولا آرش اینترنت ایران یه مقدار از ساعت 2 به بعد خراب میشه. الان صدا خوبه؟ بله بله بفهمی، شما مشکل نه با آرش مشکل داره. به نظر من انتخابات آزاد میتونه یک نقطه ثقلی باشه که همه روی اون دور اون جمع بشن، ولی یه سری بحث هست که آیا انتخابات آزاد در لبای جمهوری اسلامی یا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. این موضوع بحث عده زیادی شده. خود من به شخصه حکومتی رو که میاد رأی یکی از نزدیکانش رو به اسم میرحسین موسوی میدزده ور میداره میده به احمدی نژاد که مثلا حالا با اون رفیق تره، این انتخاباتش بوده و اسمش هم میذارن بهترین انتخابات دنیا، این حکومت از نظر من صلاحیت برگزاری انتخابات آزاد رو نداره. چجوری یک عده ممکنه بگن که بله حکومت ما بریم فشار بیاریم حکومت انتخابات آزاد بیاره؟ از همون انتخابات آزاد میخوان دوباره جمهوری اسلامی رو بیرون بیارن از صندوق ها برای ما. من این رو قبول ندارم. انتخابات آزاد متر و میزان داره، یعنی مثلا اگر من میخوام انتخاب بشم از رسانه ملی همونقدر وقت باید داشته باشم که اون جمهوری اسلامی داشته باشه و گروه های دیگه. اگر من بخوام انتخاب بشم باید ناظر سازمان ملل تو تمام شهرها وجود داشته باشه و انتخابات رو تایید کنه. اگر من بخوام این انتخابات رو قبول داشته باشم باید گروه های سیاسی به راحتی بتونن قبل از انتخابات تبلیغ خودشون رو بکنن بدون اینکه بترسن و حتی یک قدم دیگه باید حکومت کنار بکشه و یک گروه بی طرف تو اون مقطع کشور رو اداره کنن، گروهی که فقط کارشون این باشه که ما رو به دوران گذار ببرن. خب اگه حکومت اینها رو قبول میکنه که فکر نکنم قبول کنه، متر و میزان های انتخابات آزاد رو داره. ولی اینکه آقا ما بیام انتخابات آزاد بیاریم، جمهوری اسلامی 4 تا صندوق برداره بیاره، از تو صندوق هم هر کس که دلش خواست رو بیرون بیاره، اینها یک توهمات فانتزی، من اسمشو میذارم اینها توهم فانتزیه، یه عده توهم میزنن و توهمات فانتزیه یک عده بیرون از ایران هست و الان فکر نکنم تو داخل کشور همچین توهماتی باشه. چند تا توهم فانتزی ما داریم آقای بهبهانی تو خارج کشور. یکی این فدرالیسم، تو داخل کشور این چیزا وجود نداره. یکی تجزیه است، باز هم اینها وجود نداره در داخل کشور. یکی مبحث این انتخابات آزاد و این بحثایی که اینها میکنن که حکومت بیاد انتخابات برداره، چون همه میدونن حکومت متقلب در داخل کشور. ولی نمیدونم چجوری دوستان در خارج کشور هی توهم و فانتزی میزنن که حکومت بیاد این کارو بکنه اون کارو بکنه. سپاسگزارم. ممنونم. بذار تلفن داریم. بفهمید شما خودتون رو معرفی کنید. بهبهانی دوستان بخیر، من آرش هستم. من مزاحم شما سه نفر نخواستم بشم، ولی سوالی داشتم، گفتم شاید شما میتونید کمک بکنید. حتما. شاید این آقایون اطلاع داشته باشن. یا اصلا ممکنه خیلی از خودم، من زیاد اطلاع ندارم، برای من مشکلی شده. اخیرا مدتی مد شده همین مسئله انتخابات آزاد و در چند ماه گذاشتم این مطلب مطرح شده. امشب آقای شهید مداری از این جمله استفاده کرد، بر طبق کنفرانس بین المجالس پاریس که بر طبق اون کنفرانس بین المجالس پاریس که در مارچ 1994 انجام شده و آقای
امشب آقای شدمدی دوباره گفتن همونی که جمهوری اسلامی قبول داره. اصلا کسی اینو خونده میدونه این تکستش چیه، این درونش اصلا چیه، دیتیلش چیه؟ نه والا چی بوده که جمهوری اسلامی در مارس 1994 با بقیه کشورها این بیانیه رو امضا کردن که به نام کنفرانس بین المجالس مطرح میشه؟ من خودم هم اصلا اطلاع ندارم. خیلی متشکرم، مرسی. ممنونم از شما، مثل همیشه سوالای خوب مطرح کردیم. عرضم به حضور شما که آیا دوستان در این زمینه اطلاع دارید یا شما هم اطلاع ندارید؟ اگر که اطلاع دارید بیان کنید، اگر ندارید من میخوام یه پرسش دیگری رو مطرح بکنم. من ممکنه فقط یه اطلاع کنم، من صدای این همه مشکل شما ما الان مشکل داریم. بذار من شما رو قطع کنم یه بار دیگه بگیرم، چون صدای شما کاملا قطع و وصل میشه. مبارز الو الو وصل شد. بعد وصل من وصل شد. ما آرش بعد وصل. آرش مشکل داره با اینترنتش، با وجود اینکه در اون مملکت هست ولی بازم مشکل داره. شما از این ماجرای بین المجالس اطلاع داری؟ از این من نه، من راجبه این نخوندم و اطلاعی ندارم. نه شما هم میدونستم. عرضم به حضورت که برگردم به موضوع دیگر و اون بحث الان آقای آرش. آرش نیست اصلا. بله الان دارم بهتر باشه. بله الان یه جورایی درست شد. بله. نه راجب کنفرانس بین المجالس بود که در پاریس در مارچ 94 اونجا یک اعلامیه صادر کردن. میگه شما از محتوای اون خبر دارین یا همینجوری شما هم فقط میشنوین جمله رد میشین روش؟ نه من متاسفانه خبر ندارم، ولی خب رابطه با این برنامه آواز آزاد میتونم فقط خیلی کوتاه نظرم رو بگم. بفرم. دقیقا من با صحبت های مبارز موافق هستم و توجه همیتان که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته نشون داد که به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه قادر نخواهد بود که حتی دور رای متناسب بتونه ببودیه. بنابراین این دقیقا نشوندنده نیستش که این همیتان که باید در خودتان نمیتونن موارد و مسائل رو اونطوری کرد ببینن و هنوز دارن در خیالات و آرزوهای خودشون هم میان با کشورهای دیگه مقایسه میکنن. جمهوری اسلامی حتی نتونست تحمل احمدی‌نژاد رو بکنن. بنابراین من اعتقاد دارم به هیچ وقت همچین اتفاقی نمیشه داد و تنها راه هستش که بعد فروپاشی جمهوری اسلامی ما بتونیم شرایط رو برای رأی آزاد بذاریم. این فقط یک توهم هست و نمونه میگم خیلی راحت شم. سه سال پیش بود یه سری جوان حتی میخواستن رنگشون رو پس کن کش بشونن. بسیار خوب آره جان، ما با صدای شما مشکل داریم. بذار ببینیم که بریم سوالی از آقای مبارز بکنیم و اون سوال هم این هستش که ماجرای اتمی ایران و این کنفرانس مثلا نشست مسکو اینا، میخوام به طور کلی برام بگی که داخل ایران چی میگه، راجبش چی حرف میزنن، میگن چی؟ همون رفقای خودت، ما نگو دوباره من نماینده مردم ایران نیستم. بالاخره با فامیلتون تو خونتون سر کوچه‌تون یه جایی بالاخره با هم حرف میزنن مردم دیگه. چی میگن؟ میگن چیه؟ میگن چه جوریه؟ فکر کنم بیشترین صحبتی که میکنن میگن به نتیجه رسید این قضیه یا نرسید آخر. چرا؟ چون دارن چک میکنن که آیا به نتیجه نرسه چه چیز گرون میشه و به نتیجه رسید ارزون میشه و محاسبات اقتصادی بیشتر پشتش میکنه و آرمانهای اقتصادی پشت این قضیه اتمی خوابیده برای ملت ایران. فقط بحث سر این هست، اینجور که از دور و بر و دوست و آشنا میشنویم که سیاسی هم نیستن و حتی بینش سیاسی هم ندارن،
ولی بحثشون این هست که آیا این به نتیجه رسید یا نه، و اگه نرسید مثلا حمله میشه یا چیز گرون میشه، اجناس گرون میشه در داخل کشور یا نه. این بحثی هست که مردم در داخل کشور انجام میدن. اگه نکترم بگم، من صدای شما هم به خوبی ندارم، نمیدونم این مشکل اینترنت من ایجاد شده یا نه، چون صداها هم خیلی قطع و وصل میشه، هم صدای شما هم صدای آرش. بله، عرضم به حضورت که بنابراین بابا این روی قیمت دلار و نمیدونم ارز و سکه و اینا اثر داره دیگه. بله، امروز دلار دوباره بالا رفت توی بازار و سکه هم به همین ترتیب، و فقط اینها اخبارهایی هست که میرس اخبار اقتصادی و بازار رو متشنج میکنه. بسیار ازت ممنونم. پس اجازه بده که این برنامه رو اینجا متوقف کنیم و یه فرصت دیگری دوباره با شما دوستان این بحثا رو با همدیگه پیش ببریم. ازت ممنونم، از آرش مهدوی هم سپاسگزارم که در این بحث شرکت کرد. از هر دوی شما تشکر میکنم. ممنونم دوستان. سپاس از شما. متشکرم. مرسی. ببخشید که بالاخره داستان همین گونه است که میبینی. اجازه بده که درنگ کوتاهی بکنیم، برمیگردیم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان خواهیم بود. ممنون.